بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند. با صدای میاد راشدی آبجی خانم اثر صادق هدایت آبجی خانوم خواهر بزرگ ماهروخ بود ولی هر کس که سابقه نداشت و آنها را میدید ممکن نبود باور بکند که با هم خواهر هستند آبجی خانوم بلند بالا لاغر گندمگون لبهای کلفت موهای مشکی داشت و روی هم رفته زشت بود در صورتی که ماهرخ کوتاه سفید بینی کوچک موهای خرمایی و چشمهایش گیرنده بود و هر وقت میخندید روی لبهای او چال میافتاد از حیث رفتار و روش هم آنها خیلی با هم فرق داشتند آبجی خانم از بچگی ایرادی جنگره و با مردم نمیساخت حتی با مادرش دو ماه سه ماه قهر می کرد برعکس خواهرش که مردم دار تو دل برو خوش خوب و خنده رو بود ننه حسن همسایهشان اسم او را خانم سوگولی گذاشته بود مادر و پدرش هم بیشتر ماه رخ را دوست داشتند که تحتقاری و عزیز نازنین بود از همان بچگی آبجی خانم را مادرش میزد و با او میپیچید ولی ظاهرا روبروی مردم روبروی همسایه ها برای او قصه خوری میکرد دست روی دستش میزد و میگفت این بدبختی را چه بکنم؟ هان؟ دختر به این زشتی را کی میگیرد؟ میترسم آخرش بیخ گیسم بماند یک دختری که نه مال دارد نه جمال دارد و نه کمال کدام بیچار است که او را بگیرد از بس که از این جور حرف ها جلوی آبجی خانم زده بودند او هم به کلی ناامید شده بود و از شوهر کردن چشم پوشیده بود بیشتر اوقات خود را به نماز و طاعت می پرداخت اصلا قید شوهر کردن را زده بود یعنی شوهر هم برایش پیدا نشده بود یک دفعه هم که خواستن او را بدهند به کلب حسین شاگرد نجار کلب حسین او را نخواست ولی آبجی خانم هر جا می نشست می گفت شوهر برایم پیدا شد ولی خودم نخواستم شوهرای امروزه همه عرق خور و هرزه برای لای جیرس خوبند من هیچ وقت شوهر نخواهم کرد از این حرف ها میزد ولی پیدا بود که در ته دل کلب حسین را دوست داشت و خیلی مایل بود که شوهر بکند اما چون از پنج سالگی شنیده بود که زشت است و کسی او را نمیگیرد از آنجایی که از خوشی های این دنیا خودش را بهره می دانست میخواست به زور نماز و طاعت عقلا مال دنیای دیگری را دریابد. از این رو برای خودش دلداری پیدا کرده بود آری این دنیای دو روزه چه افسوسی دارد اگر از خوشیهای آن برخوردار نشود دنیای جاودانی و همیشگی مال او خواهد بود همه مردمان خوشگل همچنین خواهرش و همه آرزوی او را خواهند کرد وقتی ماه محرم و سفر می آمد هنگام جولان و خودنمایی آبجی خانم می رسید در هیچ روز خانی نبود که او در بالای مجلس نباشد در تعذیه ها از یک ساعت پیش از ظهر برای خودش جا می گرفت همه روزخانها او را می شناختند و خیلی مایل بودند که آبجی خانم پای منبر آنها بوده باشد تا مجلس را از گریه، ناله و شیون خودش گرم بکند. بیشتر روزه ها را از بر شده بود حتی از بس که پای و از نشسته بود و مسئله میدانست. اغلب همسایه ها می آمدند از او صحویات خودشان را می پرسیدند سفیده ی صبح او بود که اهل خانه را بیدار می کرد اول می رفت سر رخت خواب خواهرش به او یک لگت می زد می گفت لنگ ظهر است پس کی پا میشوی نمازت را به کمرت بزنی آن بیچاره هم بلند میشد خواب آلود وضو می و گرفت و می ایستاد به نماز کردن از اذان صبح بانگ خروس نسیم سحر زمزمه نماز یک حالت مخصوصی یک حالت روحانی به آبجی خانم دست میداد و پیش وجدان خودش سرافراز بود با خودش می گفت اگر خدا من را نبرد به بهشت پس کی را خواهد برد؟ باقی روز را هم پس از رسیدگی جزئی به کارهای خانه و ایراد گرفتن به این و آن یک تسبیح دراز که رنگ سیاه آن از بس که گردانیده بودند زرد شده بود در دستش میگرفت و سلوات میفرستاد. حالا همه ی آرزویش این بود که هر طوری شده یک سفر به کربلا برود و در آنجا مجاور بشود. ولی خواهرش در این قسمت هیچ توجه مخصوصی ظاهر نمی ساخت و همه اش کار خانه را می کرد. بعد هم که به سن پانزده سالگی رسید رفت به خدمتگاری آبجی خانم بیست و دو سالش بود ولی در خانه مانده بود و در باطن با خواهرش حسادت می ورزید. در مدت یک سال و نیم که ماهروخ رفته بود به خدمتگاری یک بار نشد که آبجی خانم به سراغ او برود یا احوالش را بپرسد. پانزده روز یک مرتبه هم که ماهروخ برای دیدن خیشانش به خانه می آبجی خانم یا با یک نفر دعوایش می شد یا میرفت سر نماز دو سه ساعت طول میداد. بعد هم که دوره هم می نشستن به خواهرش گوشه و کنایه میزد و شروع می کرد به موعظه در باب نماز، روزه، تهارت و شکیات مثلا میگفت از وقتی این زنهای غریفری پیدا شدند نان گران شد هر کس روی نگیرد در آن دنیا با موهای سرش در دوزخ آویزان می شود هر که قیبت بکند سرش قد کو می شود و گردنش قد مو در جهنم مارهایی هست که آدم پناه به اشته میبرد و از این قبیل چیزها میگفت گفت ماهروخ این حسادت را حس کرده بود ولی به روی خودش نمی آورد یکی از روزها طرف عصر ماهروخ به خانه آمد و مدتی با مادرش آهسته حرف زد و بعد رفت آبجی خانم هم رفته بود در درگاه اتاق روبرو نشسته بود و پک به قلیان میزد. ولی از آن حسادتی که داشت از مادرش نپرسید که موضوع صحبت خواهرش چه بوده. و مادر او هم چیزی نگفت سر شب که پدرش با کلاه تخم مرغی که دوغا به گچ روی شتک زده بود از بنایی برگشت رختش را درآورد کیسه توتون و چپقش را برداشت رفت بالای پشت بام آبجی خانم هم کارهایش را کرده و نکرده گذاشت با مادرش سماور حلبی دیزی، بادی مسی، ترشی و پیاز را برداشتند و رفتند روی گلیم دور هم نشستند مادرش پیش درآمد کرد که عباس نوکر همان خانه که ماهروخ در آنجا خدمتکار است خیال دارد او را به زنی بگیرد امروز صبح هم که خانه خلوت بود نن عباس آمده بود خاستگاری می هفته دیگر او را عقد بکنند. بیست و پنج تومان شیربها ها می دهند. سی تومان مه می کنند با آینه، لاله، کلام الله، یک جفت ارسی، شیرینی، کیسه هنا، چارقد تافته، تنبان، چیتزری، پدر او همینطور که با باد بزن دور شل دوخته خودش را باد میزد و قند گوش دهانش گذاشته چای دیشلمه را سر میکشید سرش را جنبانید و سرزبانی گفت خیلی خوب مبارک باشد عیبی ندارد بدون اینکه تعجب بکند خوشحال بشود یا اظهار عقیده بکند مانند این که از زنش میترسید آبجی خانم خون خونش را می خورد همین که مطلب را دانست دیگر نتوانست باقی بله بوری هایی که شده گوش بدهد به بهانه نماز بی اختیار بلند شد رفت پایین در اتاق پنج دری خودش را در آینه کوچکی که داشت نگاه کرد به نظر خودش پیر و شکسته آمد مثل اینکه این چند دقیقه او را چندین سال پیر کرده بود چین میان ابروهای خودش را برانداز کرد در میان ظلفهایش یک موی سفید پیدا کرد با دو انگشت آن را کند مدتی جلوی چراغ به آن خیره نگاه کرد جایش که سوخت هیچ حس نکرد چند روز از این میان گذشت همه اهل خانه به هم ریخته بودند می رفتند بازار می آمدند دو دست رخت زری خریدند تنگ، گیلاس، سوزنی، گلاب پاش، مشربه، شبکلاه، ربه بزک، وسم جوش، سماور برنجی، پرده قلمکار و همه چیز خریدند و چون مادرش خیلی حسرت داشت هرچه خورده ریز و ته خانه به دستش می آمد برای جهاز ماهروخ کنار میگذاشت. گذاشت. حتی جانماز ترمهی که آبجی خانم چند بار از مادرش خواسته بود و به او نداده بود برای ماهروخ گذاشت آبجی خانوم در این چند روز خاموش و اندیشناک زیر چشمی همه ی کارها و همه ی چیزها را می پایید. دو روز بود که خودش را به سردرد زده بود و خوابیده بود. مادرش هم پی در پی به او سرزنش می داد و می گفت پس خواهری برا چه روزی خوب است هان؟ میدانم از حسودی است. حسود به مقصود نمی رسد دیگر زشتی و خوشگلی که به دست من نیست کار خداست دیدی که خواستم تو را بدهم به به کل حسین اما تو را نپسندیدند حالا دروغکی خودت را به ناخوشی زده ای تا دست به سیاه و سفید نزنی؟ از صبح تا شام برایم جانماز آب می کشد من بیچاره هستم که با این چشم های لط خوردم باید نخ سوزن بزنم آبجی خانم هم با این حسادتی که در دل او لبریز شده بود و خودش خودش را می خورد از زیر لحاف جواب میداد. داد خوبه خوبه سر عمر داغ به دل یخ می گذارد با آن دامادی که پیدا کردی چوب به سر سگ بزنن لنگه عباس توی این شهر ریخته چه سرکوفتی به من میزند خوب است همه میدانند عباس چه کار است حالا نگذار بگویم که ماهروخ دو ماه آبستن است من دیدم که شکمش بالا آمده اما بروی خودم نیاوردم من او را خواهر خود نمیدانم مادرش از جا در می رفت. الهی لال بشوی مرد شور ترکیبت را ببرد داغت به دلم بماند دختره بی بیشرم برو گم بشو میخواهی لک روی دخترم بگذاری؟ میدانم اینها از دل سوزه است تو بمیری که با این ریخت و هیکل کسی تو را نمیگیرد حالا از قصت به خواهرت بهتان میزنی مگر خودت نگفتی خدا توی قرآن خودش نوشته که دروغگو کذاب است هان خدا رحم کرده که تو خوشگل نیستی وگرنه دم ساعت به بهانه وضع از خانه بیرون میروی بیشتر می شود بالای تو حرف درآورد برو برو همه نماز و روزه هایت به لعنت شیطان نمیارزد مردم گولزنی بوده از این حرف ها در این چند روزه ما بین آنها رد و بدل می شد ماه خمات به این کشمکش ها نگاه میکرد و هیچ نمی گفت. تا اینکه شب عقد رسید همه همسایه ها و زنکش لخته ها با ابروهای وسمه کشیده سرخاب و سفیداب مالیده چارقد های نقده چتر زلف تنبان پنبهدار جمع شده بودند در آن میان ننه حسن دو به دستش افتاده بود خیلی لوس با لبخند گردنش را کج گرفته نشسته بود دنبک میزد و هر چه در چندهش بود میخواند ای یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا اومدیم باز اومدیم از خونه داماد اومدیم همه ماه و همه شاه و همه چشم و بادومی ایار ای مبارک بادا ایشالا مبارک بادا اومدیم باز اومدیم از خونه عروس اومدیم همه کور و همه شل و همه چشمانم نمی یار مبارک بادا اومدیم هور و پری رو ببریم ایشالا مبارک بادا همین را پی در پی تکرار می کرد می آمدند می رفتند دمه حوز سینی خاکستر مال می کردند بوی قرم سبزی در هوا پراکنده شده بود یکی گربه را از آشپزخانه پیش می کرد یکی تخم مرغ برای شش انداز می چند تا بچه کوچک دستهای یکدیگر یک دیگر را گرفته بودند مینشستند و بلند می شدند و میگفتند: گفتند همومک مرچه داره بشین و پاشو سماورهای مسوار را که کرایه کرده بودند آتش انداختند اتفاقا خبر دادند که خانم ماهروخ هم با دخترهایش سر عقد خواهند آمد دو تا میز را هم رویش شیرینی و میوه چیدند و پای هر کدام دو صندلی گذاشتند پدر ماهروخ متفکر قدم میزد که خرجش زیاد شده اما مادر او پایش را در یک کفش کرده بود که برای سر شب خیمه لازم است ولی در میان این حیاهو حرفی از آبجی خانم نبود از دو بعد از ظهر او رفته بود بیرون کسی نمیدانست کجاست لابد او رفته بود پای وز وقتی که لاله ها روشن بود و عقد برگزار شده بود همه رفته بودند مگر ننه حسن. عروس و داماد را دست به دست داده بودند و در اتاق پنجدری پهلوی یکدیگر نشسته بودند درها هم بسته بود آبجی خانم وارد خانه شد یک سر رفت در اتاق بغل دری تا چادرش را باز بکند وارد که شد دید پرده اتاق پنج دری را جلو کشیده بودند از کنجکاوی که داشت گوشه پرده را پس زد از پشت شیشه دید خواهرش ماهروخ بزک کرده وسم کشیده جلوی روشنایی چرا خوشگلتر از همیشه پهلوی داماد که جوان بیست ساله به نظر می آمد جلوی میز که روی شیرینی بود نشسته بودند داماد دست انداخته بود به کمر ماهروخ چیزی در گوش او گفت مثل چیزی که متوجه او شده باشند شاید هم که او خواهرش را شناخت اما برای اینکه دل او را بسوزاند با هم خندیدند و صورت یکدیگر را بوسیدند از ته حیات صدای دنبک ننه حسن می آمد، که میخواند ای یار مبارک بادا یک احساس مخلوط از تنفر و حسادت به آبجی خانم دست داد پرده را انداخت رفت روی رختخواب خواب بسته که کنار دیوار گذاشته بودن نشست بدون اینکه چادر سیاه خودش را باز بکند و دستها را زیر چانه زده به زمین نگاه میکرد به گل و بطه های قالی خیره شده بود. آنها را می شمرد و به نظرش چیز تازه می آمد. به رنگامیزی آنها دقت میکرد هر کس می آمد، می رفت. او نمی دید. یا سرش را بلند نمیکرد که ببیند کیست. مادرش آمد دم در اتاق به او گفت چرا شام نمیخوری؟ چرا گوش تلخی میکنی هان؟ چرا اینجا نشستی؟ چادر سیاحت را باز کن چرا بچگونی میکنی؟ بیا روی خواهرت را ببوس بیا از پشت شیشه تماشا بکن عروس و داماد مثل قرص ماه مگر تو حسرت نداری؟ بیا آخر تو هم یک چیزی بگو آخر همه میپرسیدند خواهرش کجاست من نمیدانستم چه جواب بدهم آبجی خانم فقط سرش را بلند کرد گفت من شام خوردم نصف شب بود همه به یاد شب عروسی خودشان خوابیده بودند و خوابهای خوش می دیدند. ناگهان مثل اینکه کسی در آب دست و پا می زد. صدای شلب شلب همه اهل خانه را سراسیمه از خواب بیدار کرد. اول به خیالشان گربه یا بچه در حوز افتاده سر و پا برهنه چراغ را روشن کردند هر جا را گشتند چیز فوق‌العاده‌ای رخ نداده بود وقتی که برگشتند بروند بخوابند ننه حسن دید کفش دمپایی آبجی خانم نزدیک دریچه آبنبار افتاده چراغ را جلو بردند دیدند نعش آبجی خانم آمده بود روی آب موهای بافته سیاه او مانند مار به دور گردنش پیچیده شده بود رخت زنگاری او به تنش چسبیده بود صورت او یک حالت باشکوه و, و نورانی داشت مانند این بود که او رفته بود به یک جایی که نه زشتی و نه خوشگلی نه عروسی و نه عذا نه خنده و نه گریه نه شادی و نه اندوه در آنجا وجود نداشت. او رفته بود به بهشت.